سلام، همراه ما باشید در برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. من باهره یزدان‌پناه با همکارم نگار نادری با شما هستیم. جمشید شارمرد دو تابعیتی ایرانی آلمانی هست که در جریان سفری به امارات در تابستان 99 توسط ماموران رژیم جمهوری اسلامی ربوده شد. در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. وزیر خارجه آلمان در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمرد دو ایرانی رو از برلین اخراج کرد. همچنین صدر اعظم آلمان حکم اعدام جمشید شارمرد رو محکوم کرد. در این برنامه همراه هستیم با غزال شارمرد، دختر جمشید شارمرد. خوش آمد میگم به شما. درود و مرسی که دعوت کردین. حکم اعدام پدر در دادگاه تجدید نظر تایید شد. آیا با وکیل پدرتون صحبت کردید و آیا میشه این حکم رو تغییر داد؟ برای ما بیشتر بگید. پدر من وکیل نداره. وکیلش آقای آغاسی هستش و وکیلش اجازه نمیدن که پرونده رو ببینه، پدرم رو ببینه، توی دادگاه بیاد یا کاری براش بکنه. یک وکیل تسخیری از طرف جمهوری اسلامی که ضد پدر من داره کار میکنه گذاشتن روی پرونده پدرم و با اون وقتی تماس میگیریم اون بهمون گفته که 20 روز از روز حکم وقت داره که تجدید نظر بده. البته حاضر نیستش بهمون نوشته ها رو نشون بده از تجدید نظر، حاضر نیستش بهمون حتی حکم رو نشون بده که ما بتونیم اینو ببینیم. یعنی ما فقط از روی حرف ایشون میدونیم که اصلا همچین حکمی بوده و میخوان این کار رو بکنن و گفتن که 20 روز وقت دارن که این کار رو بکنن و گفتن روز آخر میخوان این کار رو بکنن. بازم نمیدونم چرا باید روز آخر باشه، میگن میخوان یکم وقت چیز بکنن، ولی من میترسم که اون وقتشون و اون 20 روز رو از دست بدن و بعد بیان بگن نشد چون که 20 روز گذشته. بله درسته، یعنی هیچ گونه مدرک خاصی رو شما نشون ندادن، فقط از روی حرف و صحبت‌های این وکیل تسخیری در واقع. بله دقیقاً آره، یعنی هیچ چیزی رو نشون نمیدن چون که خودشون از جزو اطلاعات هستن و بهمون میگن چیزهای مال اطلاعات اون تو هستش، یعنی نشون میدن که وکیل نیستن چون وکیل بهتون همه چیز رو میتونه نشون بده. درسته. خب تا حالا موفق شدین که با پدر تماسی داشته باشین و یا از راه‌های دیگه بجز این وکیل به اصطلاح تسهیلی از احوالشون باخبر بشین؟ متاسفانه من الان یک سال و نیم هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که من بتونم با پدرم صحبت بکنم یا صداشو بشنوم. توی سال اولم چند دفعه بهم اجازه رو میداد، به خاطر این بود که میخواستن فشار روی من بذارم که مدرک‌های مختلف براشون درست کنم، نامه بنویسم بگم پدر من فلان و فیزار این کار اون کار کرده و از طریق این بتونم بعدش توی این دادگاه نمایشیشون استفاده بکنن و علیه پدرم. و وقتی دیدن که من همکاری نمی کنم، برای 9 ماه کاملا رابطه رو قطع کردن، یعنی اصلا نمیدونستیم پدرم اصلا زنده است یا نه. و بعد از اون 9 ماه یعنی پارسال فقط دیگه با مادرم میتونه صحبت بکنه و فقط 2 دفعه پارسال تونستش با همسرش صحبت بکنه، امسال فقط 1 دفعه تونست صحبت بکنه. اون صحبت ها جوری نیستن که بتونه حرف واقعیت رو بزنه. 10 تا 15 تا مامور همون موقع بغلش نشستن، حواسشون هست که چی میگن، قبل از قبلش میگن چی میگن و اگه ما چیزی بپرسیم که نباید بپرسیم قطع میکنن، یعنی چند دفعه هم قطع میشه تلفن ها و نمیتونه جواب بده. بازم از طریق همین این چند تا تلفن ها، یعنی دوبار در سالی میتونیم از طریق صداش، از طریق چیزایی که تعریف میکنه خیلی چیزا رو بازم بفهمیم، که فهمیدیم الان بیش از 940 روز هستش که در انفرادی نگرش داشتن که خودش شکنجه وحشتناک روحی هستش. 20 کیلو وزن کم کرده تو همون سال اول، دندوناش رو شکوندن، دندون دیگه نداره، نمیتونه درست غذا بخوره. اینا همه نشون میده که داره نه فقط روحی، جسمی هم داره شکنجه میشه اونجا. به هیچ کسی دسترسی نداره، نه وکیل، نه از آلمان، نه خانواده، هیچ کس نمیتونه ببینتش. هیچ کس 2 سال و نیم پدر منو ندیده به جز اونایی که میخوان بکشنش. مریض پارکینسون هستش، قرصاشو بهش نمیدن، قلب درد داره، نفسش میگیره، به همه این چیزا رسیدگی نمیشه، نمیتونه بیاد بیرون از توی سلولش، نمیتونه هوای آزاد بخوره، آفتاب ببینه یا را بره چون فقط تو اون سلول هستش. و اینا رو تو این تلفن‌ها این بر اون بر یه جاهایی باید مینداخت که ما میفهمیدیم که
تو چه وضعیتی هستش و آخرین بار که زنگ زد با مادرم صحبت کرد اصلا زمان و این چیزا رو همه رو قراقاتی کرده بود و نمیدونست اصلا چند وقت اونجا هست، چند وقت از دادگاه گذشته، دختر من که هنوز ندیدتش، اولین نوش چند سالشه، همه اینا رو خب آدم بعد از این همه وقت همه اینا رو قاطی میکنه و صداش هم خیلی خیلی ضعیف بود. خیلی نگرانش هستیم، همین حکم هم اجرا نکنم ما نگرانش بودیم، چه برسه به الان که الان میخوان حکم رو اجرا بکنن و پدرم بکشن. بله، از شنیدن اینها متاسفم واقعا، ولی غزال شارمهد تو این لحظه و جدای از روندی که داره برای پرونده پدر اجرا میشه، فکر میکنی چه کار دیگه ای میشه کرد و چه کسانی به چه صورتی میشه برای پدر کاری انجام بدن؟ این کسایی که میتونن کاری انجام بدن میتونن و ما دیدیم در گذشته که این کارا رو کردن و این قدرت رو دارن، دولت های ما هستن. دولت آلمان، چون پدر من شهروند آلمانی هستش، دو تابعیتی نیستش، همه جا گفته میشه دو تابعیت هستش. پدر من فقط تابعیت آلمانو داره، فقط یه دونه پاسپورت داره، اونم پاس آلمانی هستش. پدرم 7 سالش بود وقتی رفتش آلمان با پدرش، 40 سال تو آلمان زندگی کرد، 20 سال تو آمریکا زندگی کرد. اگه دو تابعیتی باشه آلمانی آمریکایی حساب میشه، ولی هیچ چیزی رو از مال جمهوری اسلامی نداره. وقتی پدر من تو ایران به دنیا آمد و شهروند اونجا بود، به خاطر اینکه اونجا به دنیا آمد، ایران آزاد بود، جمهوری اسلامی نبود و این اصلا کاملا فرق میکنه. وقتی جمهوری اسلامی آمد پدر من اصلا نخواست تو اون کشور زندگی بکنه و گفتش من میرم تو غربت زندگی میکنم و نه اونجا. یعنی این خیلی چیز مهمی هستش که ما بدونیم که دو تابعیتی چیزیه که جمهوری اسلامی میذاره روی شهروندها و هر موقع که به دردش میخوره میگه این آدم آلمانی هستش، هر موقع به دردش میخوره میگه نه ایرانی هستش. مثلا الان توی این چیزی که کردن که زندانی سیاسی رو بعضیشون گذاشتن بیان بیرون، مثلا بخشیدنشون، مثلا خانم ناهید تقوی جزء اونا باید میبودش که میامد بیرون چون تمام چیزاش به اون میخورد و بهشون گفتن که چون که شما آلمانی هستین به شما این چیز شامل نمیشه و شما نمیتونید بیاین. یعنی هر موقع به دردشون میخوره میگن شما آلمانی هستین، هر موقع به دردشون میخوره میگن شما ایرانی هستین. این بازیاییه که جمهوری اسلامی در میاره با تابعیت ما. ما باید خیلی محکم بگیم که پدر من شهروند آلمان هستش، بوده و هیچ وقت شهروند جای دیگه نیست. قلبش برای مردم ایران میزنه، آره فعالیتاش برای ایران بوده، ولی از لحاظ حقوقی فقط و فقط آلمانی هستش. برای این باید فشار بیاریم روی آلمان. چه جوری فشار میاد؟ این از همین طریق رسانه ها، از طریق پتیشن هایی که داریم، از طریق آدمای مثل خودم، عادیم، آدمای عادی که درباره این صحبت میکنن، میرن تو تظاهرات هشتگ میزنن. متاسفانه ما هنوز با این چیزا باید جون مردم ایران و جون مردمی که برده شدن ایران رو نجات بدیم، ولی اینا فشار میاره روی دولت ها و دولت ها میتونن برن اونجا کاری بکنن. دولت ها قدرت دارن، به خصوص آلمان که بزرگترین پارتنر تجارتی جمهوری اسلامی هستش، هنوز توی 2022 هم هنوز بوده. یعنی اونا میتونن حتی بگن که ما کامپنی هایی که الان اونجا هستن میاریم بیرون یا قطع میکنیم، پولی که ما قرار بر اونجا رو قطع میکنیم و همین این فشار میاره رو کیف پول جمهوری اسلامی. همین این یک فشار هستش که میتونن بیارن. این کارهایی که کردم تا الان کافی نبوده، نیستش برای فشار و ما باید با همدیگه بریم جلو با همبستگی و این فشارها رو روی دولت‌های اروپا و آمریکا بذارم که با ما کار کنن، با مردم ایران کار کنن و نه با جمهوری اسلامی. ممنون از غزال شارمهد از آمریکا. آیا چیزی هست که در رابطه با پدر باید بگی و پرسیده نشده؟ بکنم همه چیز رو گفتین. این از همون اولش که دزدیده شده، این یک جرم بین المللی هستش که حتما باید به این اشاره کردش. پدر من کسی نبودش که توی ایران بوده و بازداشت شده، جرم بین المللی هستش و من واقعا درخواستم از تمام کشورهای بیرون این هستش که به این بپیوندن و ببینن که این چرا میتونن همچین کاری بکنن. ماها چرا نباید توی خارج، هم تو خارج که داریم زندگی میکنیم، از دست این جمهوری اسلامی چجوری میتونیم سیف باشیم، امن باشیم؟ توی کشورهای خودمون هم امن نیستیم. وقتی شما میذارین یک
شهروندتون رو بدزدن ببرن اونجا و حتی درباره این ربایش صحبت نمی کنیم، چه برسه به اینکه کاری دربارش بکنیم. ماها رو همه رو در خطر میندازیم، ما که بیرون هستیم و الان داریم تظاهرات میریم حرف میزنیم فعالیت میکنیم، ماها رو همه رو داریم در خطر میندازیم و این یه چیز خیلی مهمی هستش که باید روش کار بکنیم. واسه ممنون از غزال شارمن از آمریکا که در این برنامه با ما بودی. مرسی از شما. و اما همچنان تعداد بیشماری در زندان‌های جمهوری اسلامی اسیر و دربند هستند. از همه شما می‌خوایم که هر اطلاعاتی از این عزیزان دارید به آدرس‌های تماسی که بر روی صفحه می‌بینید ارسال کنید. جان این عزیزان در زندان‌های جمهوری اسلامی در خطر است. و در بخش پایانی برنامه توجه شما رو به آدرس های تماسمون جلب می کنم. منتظر پیشنهادات شما در بهتر شدن برنامه خودتون هستیم. مرسی که با ما همراه بودید و تا برنامه دیگه، شب و روز در هر کجای دنیا که هستید خوش باشید.